به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز. من پرویزیان به اتفاق همه همکارانم چشمانداز امشب و تقدیم حضورتون میکنیم. امیدوارم بپسندید. آقای دکتر صدوندی هم به جمع ما پیوستن، اقتصاددان. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان، سلام عرض میکنم خدمت میهمانان محترم این برنامه و همچنین سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف ایران. در خدمت شما هستم. خب موضوع ما یه مقدار تغییر کرده آقای دکتر. البته اساس قصه یعنی حمایت از مصرف کننده، قیمت و نظام بازار برقرار است، اما گویا آنچه که به نقل از آقای تابش معاون محترم وزیر سمت رئیس سازمان حمایت از تولید کننده مصرف کننده منتشر شده، اساسا این خبره ایراد داره و ایشون کل موضوع رو تکذیب کردند و ایشون خودشون هم اقتصاد خوندن و میگن مگه میشه دستور داد یه دفعه قیمتا برگرده و اینا. کل داستان گویا زیر سوال هستش. پس ما این موضوع رو کلا میذاریم کنار، اما بحثمون بحث حمایت از مصرف کننده و تولید کننده هستش. آقای در واقع تابش الان نکته ای رو گفتن که میگن بیشتر دارن در مورد آنالیز قیمت صحبت میکنن، که قیمت در مورد اون 50 قلم کالا هم هستش که مشمول قیمت گذاری هستن، و میگن باید آنالیز قیمت بشود و حق تولید کننده هم داده بشود، سود منطقی هم ببره، با اون سازگار قیمتی هم در بازار عرضه بشود. من به حال این موجبات قانونی داره، اما آقای دکتر به نظر شما این موضوع با روح حاکم بر بازار یعنی عرضه و تقاضا همخوانی داره؟ مصداق شهودیش قیمت مرغه. مگر قیمتی که برای مرغ تعیین شد در بازار رخ داد؟ چند بار تغییر قیمت داشتیم یا تخم مرغ؟ دیدگاه شما چیست؟ بله، حالا من اطلاع ندارم که مواضع جناب تابش در گذشته چه بوده، آیا این مطلبی که از ایشون در رسانه‌ها نقل شد درست بود یا نبود، ولی دقت بفرمایید که ما الان 8 ماه هست که تحت بمباران دستور قرار داریم. دستور به قیمت‌ها، دستور به در واقع تولید کننده، دستور به مصرف کننده. ما تصور می‌کنیم با اقتصاد دستوری می‌تونیم کشورمون رو اداره کنیم. ما آخرین در واقع کشور، شاید آخرین کشورها هستیم به همراه ونزوئلا، به همراه آرژانتین. 2-3 تا کشور کلاً در دنیا نیستن که تصورشون اینه که با دستور و اتاب و داغ و درفش میتونن قیمتها رو کنترل کنن. بقیه کشورهای دنیا متوجه شدن. من خوشبختانه خدمت شما عرض میکنم بسیاری از کشورهای افریقایی الان متوجه این قضیه هستن، نرخ‌های تورمشون رو تونستن کنترل کنن. ما هنوز تصورمون این هست که از طریق سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده که در تعارض جدی، اصلا اسم این سازمان هم در تعارض جدی قرار داره، ما میتوانیم قیمتها رو کنترل کنیم. این سیاست هم سیاستی بوده که از قبل از انقلاب شروع شده. بارها و بارها بنده خدمت شما عرض کردم از وقتی که سیاست‌های دهه 40 تغییر کرد و این نوع سیاست‌های دستوری وارد اقتصاد ایران شد، ما متأسفانه به مدت 5 دهه واقعاً در این کشور نابسامانی در جریان بوده، متأسفانه در اقتصاد ناکارایی در جریان بوده، بی‌عدالتی در جریان بوده. چرا باید این قضیه ادامه پیدا کنه؟ امیدوارم که جناب تابش وقتی که به این مسائل توجه میکنن، تغییر ماهوی در سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده به وجود بیاورن. در کشورهای دیگر چنین سازمانهایی وجود داره و این سازمانها موظف هستند که از طرف مصرف کنندگان خرد برخی از تولید کنندگان رو که حقوق مصرف کنندگان رو پایمال میکنن به دادگاه بکشانن. یعنی در واقع مقامی دارن مثل مقام دادستان، دقیق می‌فرمایید، و این اتفاقا بسیار میتواند مفید باشه. ولی در کشور ما که چنین چیزی نبوده و نیست. اصلا همین که ما 50 تا کالا رو به عنوان کالای اساسی میایم قیمت گذاری میکنیم، آیا ما واقعا توانستیم در این قیمت گذاری موفق بشیم؟ من از ملت شریف ایران میپرسم، آیا تونستیم موفق بشیم؟ من به جرئت خدمت شما عرض میکنم که این سیاست ها نه فقط تا امروز موفقیتی در پیش نداشته، بلکه متاسفانه این سیاست ها خودش تورمزا هست، خودش روی رشد اقتصادی میگیره، جلوی اشتغال رو میگیره. چرا ما سعی نمی کنیم دست بگیریم بعد 50 سال؟ آخه یه دو روز که نبوده، 50 سالی که سیاست ادامه داره و ما اخیرا ما پذیرفتیم. من چالم که مقام محترم ریاست محترم جمهور مطلبی رو که شاید اولین بار بنده در همین برنامه چشم‌انداز فکر می‌کنم 2-3 هفته پیش بود خدمت شما عرض کردم که بالاترین دوره تورمی تاریخ ایران 4 سال 1397 تا 1400 بوده. در همین برنامه بنده اول خدمتتون عرض کردم، بعدم این رو توییت کردم
دقت کنم مقام محترم ریاست جمهور هم تایید فرمودند که وضعیت تورم وضعیت عادی نبوده، اختلالات جدی وجود داره، اما باز هم تاکید بر مسائلی کردن که میدونیم که هیچ وقت در اقتصاد پاسخ نداد و جلو خواهیم رفت و خواهیم دید که در نهایت هم پاسخ نخواهد داد. من از جناب تابش تقاضا میکنم مسئولیت کنترل قیمت ها را نپذیرند. اصلا اینطور نیست که بشود با این نوع سیاست ها تورم رو کنترل کرد. از طرف دیگر اینکه ما انتظار داشته باشیم اگر قیمت تولید کننده رو اعلام کنیم، از اون طرف انتظار داشته باشیم که حاشیه سود در واقع توزیع کننده به طور مشخص فیکس باشه، اصلا در هیچ کتاب اقتصادی در دنیا این قضیه واقعا نیامده. اگر شما سراغ دارید یک مورد بفرمایید که در یکی از کتاب‌های اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان چنین مسئله عنوان شده که شما می‌توانید با فیکس کردن در واقع حاشیه سود مثلا قیمت‌ها رو تثبیت کنید، اصلا این کار کاملا در تعارض با نظریات اقتصادی هست. شما میدانید که قیمت در بازار تعیین میشه، قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشه. این که هزینه تمام شده یک کالا چقدر هست، این ربطی نداره به اینکه قیمت چطور باشه. البته در بازارهای انحصاری قضیه فرق میکنه. اگر واقعا به دنبال در واقع رفع تورم ساختاری هستیم که اتفاقا جناب ریاست محترم جمهور به این قضیه هم اشاره کردن که تورم ساختاری رو مد نظر قرار دادن، تورم ساختاری یعنی تورمی که از انحصارگری به وجود میاد. خب ما اگر واقعا سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده واقعا میخواد به وظیفه خودش عمل کنه، باید جلوی انحصارات رو بگیره، ولی ما میبینیم که انحصارات تقویت میشه. مثال میزنم صنعت خودرو، آیا در طی چند دهه گذشته شده که یک بار حتی برای یک بار جلوی انحصار صنعت خود رو گرفته بشه؟ من بعید میدونم. اگر پاسخی هست بفرمایید که در فلان روز، در فلان ماه، در فلان سال اتفاقی افتاده که ما صنعت خود رو بردیم به سمت یک بازار رقابتی. من بعید میدونم اینطور بوده باشه. خب با این وضعیت نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اقتصادمون رو بسازیم. با این وضعیت هر روز اقتصاد ما بدتر خواهد شد. اگر در 4 سال گذشته علارغم همه ادعاهایی که شد، در 4 سال گذشته بیشترین ادعا در زمینه سیاست گذاری پولی در کشور ما صورت گرفت، بیشترین ادعا در زمینه کنترل تورم در کشور ما صورت گرفت. قبل از اون اصلا کنترل تورم به عنوان دستاورد تورمی دولت شناخته میشد، شاید به عنوان تنها دستاورد دولت شناخته میشد، ولی دیدیم که این دستاورد پایدار نبود. این همه ما شعار میدیم، متاسفانه وضعیت تورممون روز به روز بدتر میشه. امیدوارم یک روزی ما به این نتیجه برسیم، حداقل ملت شریف ایران به این نتیجه برسن که این راهکارها فایده ای ندارد، این راهکارها به جایی نخواهد رسید، و بریم به سراغ این که از علم و تجربه بشری استفاده کنیم، از نظر فرهیختگان و اندیشمندان استفاده کنیم که شاید بتونیم وضعیت معیشت ملت مظلوم ایران رو تغییر بدیم. سپاسگزارم. بله آقای تابش، در خدمتتونم. در ارتباط با صحبت های دکتر سرنندی، نکته رو شما لازم میدونید توضیح بدید. من بله حتما یه توضیحاتی دارم. بفرمایید، در خدمتتونم. یکی از مشکلات کشور ما، بزرگترین مشکل کشور ما اینه که ما دو تا قشریم در هر گوشه نشستیم و داریم اظهار نظر میکنیم. نظرات تئوری آقای دکتر نظرات درستیه. اولا آقای دکتر من سلام دارم خدمت شما. در دنیا اصل بر براءته. وقتی من عزم میکنم به صورت مستقیم به حضرت عالی که این اظهارات منتسب من نب به من نیست، کاش شما قبول بکنی که مطالبی که مطرح شده مطالب چیزیه. این که شما در روی آنتن بگین نمیدونم درست اظهاراتش یا درست نیست، از برابرات من رو در رو دارم اینو خدمتون عرض میکنم. یک دوم، ببینین در دنیا روی کاغذ عرض و تقاضا درسته. از دو تقاضا چه تعیین میشه؟ از دو تقاضا وقتی تعیین میشه بازار آزاد باشه. تعریف بازار آزاد رو هم شما میدونین، هم من میدونم، هم هر کسی که الفبای اقتصاد رو شنیده تعریف بازار آزاد رو میدونه. در دنیا بازار آزادی وجود ندارد. هیچ کشوری نیست که دولتش، حاکمیتش در اقتصادش دخالت نکند. اگر حاکمیت در اقتصاد دخالت میکنه، آزادترین بازار دنیا حاکمیتش در تجارتش، بازارش دخالت میکنه. اگر قبول بکنیم آزادترین بازار دنیا حاکمیتش دخالت میکند، شرط بازار آزاد
لغو میشه و شرط بازار آزاد حاکم نیست. وقتی حاکم نیست پس باید کنترل کرد. تمام دنیا داره قیمتها رو کنترل میکنه، ما هم مستثنا از اون نیستیم، اما درصد دخالت دولت‌ها در اقتصادشون در بازارشون متفاوت هست. و اگر اقتصاد قابل کنترل هست و دولت‌ها دخالت میکنند، عرض و تقاضا دیگه معنی ندارد. اگر عرض و تقاضا بود دولت نباید دخالت میکرد. لذا اینکه ما فقط بگیم ثانیاً من هیچ وقت نگفتم حاشیه سود ثابت، چمان که ما در بحث در قیمت تولید کننده و مصرف کننده، قیمت تولید کننده رو بر اساس ثبات یکسانی تثبیت قیمت کالاهای تولید داخل محاسبه کردیم. قیمت خدمات که موضوع توزیع و فروش هست هم جدا محاسبه کردیم و تغییر دادیم. هر جا آنالیزها، هر جا متغیرهای کالا و خدمت فرقی نمیکنه، تغییر پیدا بکنه، اون کالای فاینال و کالای نهایی قیمتش تغییر پیدا خواهد کرد. لذا صرفا از نگاه تئوری نگاه کردن به یک موضوع پرکتیکال میتونه ما رو در کشور با چالش جدی مواجه بکنه. من تحلیل های تئوری که آقای دکتر رو حتما قبول دارم، اما در عمل در هر صورت کشور ما کشوری نیست که بگیم آقا 100% رقابت آزاد هست، چمان که در دنیا بازار رقابت آزاد نیست. من یه مثال بگم به شما، مگر دنیا دولت ها تولید کنندن؟ دولت ها از کجا میخورن؟ درآمدشون از کجاست؟ دولت ها در اقتصادشون دخالت میکنن، دولت ها تعرفه تعیین میکنن، دولت ها عوارض تعیین میکنن و از محل تعرفه و عوارض مالیات تعیین میکنن و از محل این متغیرها دولت رو میچرخونن. این اتفاق در آمریکا هم هست، در انگلیس هم هست، در روسیه هم هست و در تمام کشورهایی که شما فکر میکنین اقتصادشون خوب هست این اتفاق داره میفته. پس این نیست که ما فکر بکنیم عرضه و تقاضا دست پنهان آدم اسمیته، ول کنیم در بازار. اگر ول کنیم در بازار، درست شما میفرمایید قیمت مرغ چند بار تغییر پیدا کرد، دلیلش این بود که بعضا کاهش عرضه اتفاق افتاد، یعنی دخالت بخشی از تولید در کاهش عرضه مرغ به بازار. وقتی کاهش عرضه باشه تقاضا میزنه بالا و قیمت میره بالا. اینکه بعد یه موضوعی هم هست ما هیچ وقت بهش توجه نمی کنیم، در اقتصاد بهش میگیم اپورتونیتی کاست، هزینه فرصت. تا یه امکانی در کشور هست نبودش هیچ وقت تصور نمی کنیم و تجربه هم نکردیم. بحث خودرویی که فرمودن، بحث خودرو بالاخره شورای رقابت، ما ممنوعیت واردات خودرو داریم، ما نیازمون به اندازه تولیدمون به اندازه نیازمون نیست. وقتی عرضه کمتر از تقاضا باشه قیمت ها ممکنه نامتعادل بشه از این دست مسائل. مثلا من به نظرم میاد به جای نگاه صرف تئوریک به اقتصاد در اقتصاد اجرایی کشور، کاش ما بتونیم بشینیم دور هم این تئوری‌های نظریمون رو با بحث‌های تجربی و پراکتیکال کشور تطبیق کنیم و بتونیم به یک فرمول واحد جناب تابش باز میخوام از خدمتتون، آیا شما قبول دارید که این سیاستی که از 1150 تا امروز شروع شده و شما به عنوان در واقع سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده در واقع مسئول اصلی این نوع سیاست‌های داغ و درفش اقتصادی هست شکست خورده؟ ما 50 سال هست که طولانی ترین دوره تورمی تو بشر هست. قرض محال که محال نیست. کدوم فرق محال؟ جناب تابش دقت بفرمایید، شما ببینید شما برای به عنوان یه چیزی اقتصاد خونده، برای یه کشوری که مورد تحریم ظالمانه قرار گرفته و یه تعداد افراد سودجو در داخل کشور ببینید اینها که بالاخره میتونید همیشه این صحبت ها رو بکنیم، واقعیت این هست که سیاست های ما شکست خورده. من که میگم فرض محال محال نیست. نه فرض به حال شما به عنوان یه آدم اقتصاد خونده که جناب تابش، جناب کشورهایی که دقت بفرمایید تئوری‌های اقتصادی میفهمن راهکار جایگزینشون چیه. بله کلام منعقد بشه جناب تابش. ببینید اون کشورهایی که شما مثال زدید، مثل امریکا، مثل انگلیس، مثل روسیه، مثل کشور ژاپن، مثل اتحادیه اروپا،
اینها رو شما تصورتون بر اینه که این اقتصادها هم مثل ما هر روز میان این قیمتها رو انگولک میکنن، تولید کننده رو به زانو در میارن، تحت فشار قرار میدن، از اون طرف رانت ایجاد میکنن، در اختیار برخی افراد خاص در اختیار دلالان قرار میدن، مثل بازار خودرویی که الان شما میفرمایید. شما برداشتتون این است که در اتحادیه اروپا هم اینطور هست، در امریکا هم اینطور هست. بنده 20 سال در کشور دیگه زندگی کردم، مطلقاً چنین چیزهایی نیست. بله ممکنه شما ندیده باشید، ممکنه شما تصورتون این باشه که فقط و فقط همین وضعیتی که ما الان داریم که این همه فاجعه به بار آوردیم برای این کشور، که باعث شدیم نرخ بیکاری جوانان ما بره بالای 20%. هر جا ما تونستیم کردیم که دخالت کنیم، دخالت نامربوط، دخالت خفیف در بازار داشتیم، باعث شدیم که وضعیت مردم بدتر بشه، وضعیت معیشت مردم بدتر بشه، وضعیت اشتغال مردم بدتر بشه. اصل اول اقتصاد، شما میفرمایید که من اقتصاد خوندم، تو هم اقتصاد خوندی، اصل اول اقتصاد این اگر عرضه و تقاضا با هم دیگه همخوانی نداره، باید اجازه بدیم قیمت تغییر بکنه، بازار به شفافیت برسه. در همین بازار خودرو شما اومدید قیمت رو 100 میلیون تومان زیر قیمت، این اصلا از کجا خوندین که اگر عرضه و تقاضا به هم نخونه باید اجازه بدیم قیمت بره بالا؟ نخوندید آخه چی داری میبخشید؟ از این 75 میلیون نفری که اصلا اقتصاد شما اینجوری داری صحبت میکنی، از طرف تولید کننده صحبت میکنی. ببینید شما فتوا میدی اگر عرضه و تقاضا، یعنی اگر تولید کننده مدیریت کرد. ببینید یه لحظه عذرخواهی میکنم، ببخشید مهمانان محترم، با هم که صحبت میکنید همزمان وقتی صحبت بکنید صداها آمیخته میشه و شنوندگان درست متوجه کلام نمیشن. ما استقبال میکنیم خودتون با هم گفتگو بکنید و به این نتیجه برسیم و اساس برنامه همینه. مثلا همزمان اگه صحبت بفرمایید کسی چیزی نمیشه. آقای تابش نمیشه که ما تمام اصول اقتصاد رو آقای تابش شما آقای دکتر سعدمندی اجازه بدید آقای تابش توضیحشون رو بدم، بعد حالا باز دوباره صحبت میکنیم. بفرمایید آقای تابش. آقای دکتر میفرمایند اگر از دو تقاضا برابر نباشد شما باید اجازه بدید قیمت بره بالا. کاملا معلومه که آقای دکتر داره از دهن از طرف تولید کننده تولید میکنه. سوال، اگر تولید کننده تولید را مدیریت بکنه، عرضه نکنه، این مازاد قیمت از زیر 85 میلیون نفری که امروز ما هممون شرمنده سفرشون هستیم از جیب اون میخواد بره بیرون. آقای دکتر از جیب چی داریم میبخشیم شما؟ من پاسخ بدم خدمت شما، اجازه بفرمایید. ببینید شما وزارت، شما نماینده وزارت صنعت هستید، وزارت صمت هستید. کل صنعت خودروسازی ایران شاید بیش از 90% در اختیار وزارت صمت. خب وزارت صمت خودش ادعا کرده با اطلاعاتم غلطه، 90% در اختیار وزارت صمت نیست، وزارت صمت 7% خودش سهام. شما تعیین میکنید آقا، اینکه با ما که در حال ببینید من اطلاعاتم دقیق باشه. شما وقتی میفرمایید 90% که منبع بگه 90% 7% سهام داره که اینم در دست واگذاریه. نخیر 7% سهام داره، شما مدیر عامل تعیین میکنید. کدوم الان 85 میلیون مردم ایران، من فکر نمیکنم شما حتی خانواده خودتون هم قبول کنن که بفرمایید ایران خودرو و سایپا بخش خصوصی هستن، مدیر عاملشون، اعضای هیئت مدیرهشون توسط بخش خصوصی داره تعیین میشه. هیچ کس در این دنیا صحبت شما و ادعای شما رو قبول نخواهد کرد. واقعیت این هست، واقعیت این است. شما خودتون، دولت خودش اگر نتوانسته، ببینید یک راه دیگری هم وجود داره. شما میفرمایید که آیا راهکار دیگری هم هست؟ بله هست. دولت اگر خودش نتوانسته به اندازه کافی خودرو تولید کنه، خب اجازه واردات بده، جلوی اونم که گرفتیم، خب اجازه واردات هم نمیدید، قیمت رو دوگانه نکنیم که در اختیار دلال قرار بگیره، که رانت در اختیار برخی افراد قرار بگیره. قیمت اجازه بدیم بازار قیمت رو تعیین کنه، مالیات بیشتری از این شرکت ها دریافت میکنید، این مالیات رو به صورت یارانه نقدی مستقیم، همین هدفمندی یارانه، در اختیار همه مردم قرار میدیم. اینجوری بازار هم به کارایی میرسه. ببینید این هم میشه، این آقای دکتر سعدمندی، من یه بار دیگه عذرخواهی میکنم. ببینید کلام با هم آمیخته میشه، صدا رو واقعا اصلا بینندگان ما متوجه نمیشن. البته استقبال میکنیم و لذت میبریم گفتگو بشود، منتها همزمان که صحبت میشه هیچ کدوم از استدلال رو طرفین رو بیننده ها نمیشنوند، چون صداها به خصوص ارتباط اینترنتی هست، یکم تلفنی، اینا با هم دیگه به لحاظ فنی به هم میریزه. میخوام صحبت های دکتر سعدمندی رو هم بشنویم و بعد پاسخ آقای تابش رو. آقای دکتر سعدمندی. بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. صحبت های شما رو بشنویم.
ببینید چند نکته رو ما باید در نظر بگیریم. یکی این که ما باید بپذیریم که سیاست‌های اقتصادی ما به خصوص در امر تجارت، تجارت داخلی و تجارت خارجی شکست خورده. ما باید بپذیریم که طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشریت رو در این کشور داشتیم، 50 سال به طول انجام میده. ما باید بپذیریم که قیمت‌گذاری و تعزیرات کاملا شکست خورده و به نتیجه مطلوب نرسیده. ما باید بپذیریم که وضع مصرف کننده در سالهای اخیر علی‌رغم شعارهای عامه پسندی که داده شده، وضع مردم بدتر شده، وضع مصرف کننده بدتر شده. ما باید بپذیریم که قدرت انحصارگر متاسفانه افزایش پیدا کرده. ما باید بپذیریم که سیاست‌گذار در نهادهای وابسته به وزارت سمت بیشتر از این که به فکر مردم باشه به فکر دلال هست. این هست که کالاهای متعدد از جمله خودرو با قیمت‌های بسیار کمتر از قیمت بازار در اختیار افراد خاص قرار میگیره، حالا به انواع مختلف. یکیش این کازینوی ملی هست که ما به وجود آوردیم، یک قمارخانه به ابعاد یک کشور که اصلا بی سابقه است در این ماه رمضان در یک کشوری که نام اسلامی رو بر خودش داره، ما اومدیم بزرگترین بختازمایی تاریخ بشریت رو در این کشور اجرا میکنیم. ما برای اولین بار در تاریخ بشریت قمار خونه رو ربط دادیم به صنعت خودرو. کجای دنیا چنین کاری کردن؟ آیا در آلمان ما چنین وضعی داشتیم؟ اون دوستی که میگن که ما در سالهای گذشته در کشورهای دیگر هم قیمت گذاری بوده، آیا منظور از اون قیمت گذاری ریگولیشنزی هست که در زمینه انحصارات طبیعی به کار میره، یا این قیمت گذاری است که ما روی کالایی مثل خودرو داریم انجام میدیم؟ کدام یک از اینها هست؟ چرا ما با مردم خودمون صادق نباشیم؟ چرا وقتی که میبینیم باد عوام فریبی میوزد، چرا سعی میکنیم که ما هم یک در واقع پشتوانه تئوریک برای نظریات شکست خورده‌ای که در جهان مورد تمسخر جهانیان قرار میگیریم؟ 50 سال هست، بیش از 5 دهه هست، ما وارد 51مین سال تورمی شدیم در اقتصاد ایران و متاسفانه از علم و تجربه بشری استفاده نمیکنیم. در همین برنامه شما مقام محترم دولتی اول که انکار میکنن صحبتهایی رو که در رسانه ها مطرح شده و تعجب میکنم که چرا در اون زمان انکار نکردن، چرا اعلام نکردن که این صحبت ها نادرست بوده، چرا نرفتن از این رسانه شکایت کنن، و بعد دقیقا همون صحبت ها رو تایید میکنن. دقیق میفرمایید خب این که نمیشه که. اقلا ما صادق باشیم با مردم، بگیم آقا ما دنبال منافع دلالان هستیم. ما در صنعت خودرو یک قمارخانه ملی به وجود آوردیم. خب ما که خب آیا اینها در واقع کار پرکتیکاله؟ به قول دوست عزیزمون که میفرمایند شما نباید تئوریک فکر کنید، باید پرکتیکال فکر کنید. آیا این وضع بخت آزمایی که در صنعت خودرو به وجود آوردیم صنعت خودرو رو نجات داده، یا این که ما انحصار دولتی که به وجود آورده ایم که دولت کاملا نظارت داره بر صنعت خودرو، که این رو هم انکار میکنیم، میگیم دولت نظارت نداره بر صنعت خودرو، دولت تمام مدیران صنعت خودروسازی رو به صورت ریز، نه در سطح مدیر عامل و هیئت مدیره فقط، به صورت ریز دولت اعمال نظر میکنه و تعیین میکنه. مدیر عامل یکی از شرکت های خودرویی مقام سابق وزارت سمت بوده، میره اونجا مقام پیدا میکنه، میره اونجا مدیر عامل اون شرکت میشه. خب ما تا این حد داریم دخالت میکنیم، کل مدیریت این شرکت رو در اختیار گرفتیم، این صنعت رو در اختیار گرفتیم، قیمتش هم ما تعیین میکنیم، اجحاف میکنیم به مصرف کننده و به تولید کننده در جهت حمایت از منافع دلال، در جهت به وجود آوردن یک دستگاه بخت آزمایی به وسعت کشور ایران، و ادعا میکنیم پشت سر هم ادعاهای پوچ، ادعایی که بعد از 8 ماه مشخص شده هیچ ارزشی نداره. مرتب ادعا میکنیم که ما داریم تولید خودرو رو افزایش میدیم، آمار ارائه نمیدیم به بازار، بعد از 8 ماه مشخص میشه که تولید خودرو نه فقط افزایش نیافته که کاهش یافته. به جای اینکه بیایم سر خم کنیم در مقابل ملت شریف ایران، ملت مظلوم ایران سر خم کنیم، عذرخواهی بکنیم که ما به اهداف خودمون نرسیدیم و استعفا بدیم، سعی میکنیم که بقیه رو محکوم کنیم، سعی میکنیم خود مردم رو محکوم کنیم. خب این که ما به جایی نمیرسیم که الان شما دقت بفرمایید در زمینه محصه صادرات، بحث این نیست که از خام فروشی نباید مالیات گرفت، که من فکر میکنم جناب دکتر پرویزیان شاید اولین فردی که در کشور ما بحث مالیات بر خام فروشی رو مطرح کرد شخص بنده باشم. سال 2014-2015 این بحث رو مطرح کردم که کشور ما یک کشور خام فروشیه، نباید صادرات خام فروشی از مالیات معاف بشه. این یک بحثه. این که ما حالا که اثر تحریم ها خونسا شده، حالا که بازار جهانی با کمبود
کامادیتی مواجه شده، با کمبود کالا مواجه شده، حالا که صادر کننده ما بعد از چند سال اثر تحریم خونسا شده و میتواند صادر کنه، ما بریم یک شبه بدون اینکه اصلا کسی اطلاع داشته باشه یک شبه بریم یک سری عوارض تعیین کنیم در جهت سرکوب صادرات. خب این الان دیگه این نمیخونه با این ادعاهایی که ما داریم. آقای دکتر سعدمندی، ما چون 3-4 دقیقه بیشتر زمان نداریم تا پایان برنامه، دوستان ببینید اگه 1-2 دقیقه هم میتونید به ما اضافه تر بدین ممنون میشم، چون میخوام آقای تابش حتما پاسخ این سوالات رو بدن. آقای تابش در خدمتتونم. ببینین اولا بعد این 50 سالی که ازش صحبت میکنیم، مقصرش کسایی هستن که از کلاس درس آقای سعدمندی بلند شدن اومدن این دو کشور رو مدیریت کردن. پس یه دوری صحبت نکنین که انگار مثلا ما در یه کره دیگه هستیم بقیه در یه کره دیگه هستن. یکی دوم این که امروز یک کالایی بازارپسندی خارجی پیدا کرده، ما اجازه بدیم که چند نفر صادر کننده به هر قیمتی صادر بکنن پولشون زیاد بشه، حتی اگر 85 میلیون نفر میلگردم پیدا نکردن بالا سرشون یه سقف بزنن، این عدل دارن من قبول ندارم. ببین این نمیشه که شما بگی الان که فضا هست اجازه بدیم 4 تا تاجر به هر قیمتی میخوان صادر بکنن، حالا 85 میلیون نفر پیدا کردن کردن نکردن هم نکردن دیگه، الان فضا ایجاد شده. پس این هم نگاه درستی نیست. سوم سرکوب قیمت با این چیزی که ما در خصوص صحبت میکنیم دو تا موضوع. من سوالم اینه اگر یه ترکیه مدیر دولتی یا یه NGO بشینه با یه تولید کننده ای بهای تمام شده شو حساب بکنه، سود متعارفش هم بهش بده، بگه بره با این قیمت برو تولید بکن، این ایرادش اصلا این تفاوت داره با بحث سرکوب قیمت. پس نیاییم بگیم سرکوب قیمت. چهارم ببینید من دوباره میگم هر درز قیمت تولید کننده یک ما نگفتیم بررسی میکنیم، از قضا داریم اجرا میکنیم، به جدم اجرا میکنیم، هیچ جای بررسی هم نداره. من دارم میگم که در این طرح اصلا سوال برای طرح درز قیمت تولید کننده مصرف کننده چقدر باید وقت میذاشتیم که آقایون فکر نکنن یه شبر این طرح حداقل 4 ماه فقط بررسیش طول کشیده با بخشای خصوصی. 4 ماه هم هست آزمایشی داریم کار میکنیم که از عید به صورت قطعی داریم کار میکنیم. درست شد؟ فرایزم عرض کردم اتحادیه ها، انجمن ها، تشکل ها، عرض کنم هر کسی که اتاقهای بازرگانی، اتاق اصناف، هر کسی که مرتبط بود باش صحبت کردیم. شما به من بفرمایید من برای اجرای این طرح دیگه با کی باید صحبت میکردم چه نکردم الان محکومم به این که چرا از خودم تصمیم گرفتم. پس ببینیم این که من میگم نگاه ها از خیلی از ماها صحبت نکردید، با کدوم اقتصاددان مستقل صحبت کردید؟ بله؟ با کدوم اقتصاددان مستقل صحبت کردید؟ تیم اقتصادی که این گزارش رو اعلام کرده اسمش رو منتشر بکنید و بعد از 6 ماه و بعد از 12 ماه موفقیتش رو اعلام عمومی بکنید. شما شکست خواهید خورد. آها الان پیدا شد. پس یه مدعی جدید پیدا شده. شما یه چرا با من صحبت نکردید؟ من نمیدونستم. با ما و امثال ما صحبت شما همین ها رو ایگنور میکنید. شما میشینید میگید من با یه جاهل صحبت کردم. آقای دکتر من از این بعد چه ایرادی داره شما به جمع اضافه بشی به ما کمک بکنی؟ هیچ ایرادی نداره. من میگم کسایی که تا 2 دقیقه پیش ما صحبت از بی‌نفعان میکردیم الان شما میگی آقا یه اقتصاددانم به این جمع اضافه کن، میگم چشم مقالطه نکنید، من در مورد بی‌نفع صحبت نکردم، من میگم چرا از دیدگاه های مستقل استفاده نمی کنید؟ شما دارید سفسطه میکنید. شما چرا افرادی رو که این گزارش رو تهیه کردن اسامیش رو نمی نویسی؟ بعد از 3 ماه، بعد از 6 ماه، بعد از 9 ماه و بعد از 12 ماه روجی این پروژه رو اعلام نمی کنید؟ ما اینو میگیم من زینف چیستم؟ ببینید من عرض کردم شما اطلاعات تلفنیتون رو به من بدین. من تمام کسایی که باهاش صورت جلسه کردم که اونا مثل شما بعضیشون ادعا میکنن اقتصاددانن و بهشون هم احترام میذاری، حتما هم همینطور هستن. من یک فرد بیسوادم، من زیر دیپلمم، من دبیرستان البرزی هم اصلا هم اقتصاددان نیستم. شما نمیتونی ما و امثال ما رو توجیه بکنی به خاطر اینکه به لحاظ علمی در جایگاهش نیستی، از اقتصاد روز عقبی، به خاطر همین داری سفسطه میکنی و دنبال فرار رو به جلویی. بنده
آقای شما تحصیل کرده چه رشته هستید؟ من رتبه یک دکترای اقتصادم آقای دکتر. آقای تابش، جمع‌بندی صحبت شما رو بشنویم و اینکه به هر حال قطعاً بالاخره یک تیم کارشناسی شما دارید دیگه، یعنی میفرمایید که شما در هر صورت وقتی تصمیم گرفته میشه یک مشاوره کارشناسی پشتش هست. بقیه استدلالتون رو بفرمایید بشنوید. من دارم عرض میکنم که هر طرحی که دولت داره اجرا میکنه هم مطالعات پیشینی داره، هم با دینفعان و اون کسایی که صاحب نظر هستن میشینه مصاحبه میکنه، مذاکره میکنه، در جلساتش هست و مستندات تمام اینها در دست دولت و سازمان ها هست. هر چیزی بخواد ما این رو در اختیارشون میذاریم. اما اینکه بالاخره چرا با من صحبت نشده، منم باید دعوت میکردم صحبت میکردم، این انتظار یکم انتظار سختیه. حتما ما به نظرات دوستان ارزش قائلیم، اهمیت قائلیم، اما دسترسیمون کمتر بوده. سعی میکنیم از این به بعد حتما عزیزانی از حوزه های مستقل هم دعوت کنیم از نظراتشون استفاده کنیم. بحث آقای تابشون چون که من متوجه شدم بحث این هستش که از اقتصاددانان مستقل، جامعه اقتصاددانان مستقل، حالا یک فرد نه، استفاده بشه، نه صرفا اقتصاددانان دولتی که بالاخره حالا کارمند هستن اونجا و دیدگاهی رو بیان میکنن. آقای دکتر پرویزیان، من عرض کردم ببینین دوستانی که اقتصاددان هستن، تحصیل کرده اقتصاد هستن، در اتحادیه‌ها هستن، در انجمن‌ها هستن، در تشکل‌ها هستن، همه اینا رو دعوت کردیم. اینها دولت نیستن، اینها عضوی از دولت نیستن، در بدن دولت ننشستن، از بخش روزی اومدن. پس نگاه این که فقط دولتی ها تصمیم گرفتن، این یکم بی‌انصافی. لذا من عرضم اینه، اگر دوستان جامعه بخصوص، یعنی فرد بخصوصی فکر میکنن ما دعوت بکنیم، حتما ما استقبال میکنیم، چرا که نه؟ ما اصلا من خودم اعتقادم اینه که شاید یه نظر مخالف به بحث تصمیم گیری مناسب بیشتر کمک بکنه تا یه نظر. من آیت تا بشه نکته عرض کنم خدمت همه دوستان، ما برنامه‌مون 10:30 تموم میشه. با لطف و حمایت شخص مدیر محترم شبکه به جهت اهمیت موضوع 15 دقیقه به ما زمان دادند که ما 15 دقیقه اضافه برنامه بعدی رو به هم ریختیم که بحث نیمه کاره باقی نمونه و آیت تابش هم زمان کافی داشته باشن برای پاسخ، که حتی از این 15 دقیقه 1:30 هم الان گذشته. صحبت های دکتر سعدوندی رو بشنویم و بعد پاسخ آیت تابش رو. آیت دکتر در خدمتتونم. من خیلی تشکر میکنم از شبکه ایران کالا، برنامه چشمنداز، دوستان عزیزی که در برنامه چشمنداز حضور داشتند و این مناظره رو ترتیب دادن. ببینید کاملا به نظر من ریشه مشکلات اقتصاد کشور مشخص شد. ببینید علم اقتصاد در بدنه اجرای کشور به تمسخر گرفته میشه، تجربه اقتصادی کشورهای مختلف جهان به تمسخر گرفته میشه، نادیده گرفته میشه. دقت میفرمایید از کلاس‌های امثال بنده دوستان بیرون اومدند به جای اینکه احترام بگذارن به علم و تجربه بشری، این هست که در واقع از این علم و تجربه استفاده میکنن، از مطالبی که در کلاس‌ها آموختند استفاده میکنن در جهت توجیه روندی کاملا غیر علمی است. من اینها برای ما کاملا محرز هست، در این برنامه ملاحظه فرمودید که ما عرضه رو یاد بگیریم، تقاضا رو یاد بگیریم، کاملا معکوس نتایج علم اقتصاد عمل بکنیم و سعی کنیم با استفاده از مطالبی که در کلاس‌های درسی آموختیم سعی کنیم اینها رو توجیه کنیم. اگر در کلاس‌های درسی ببینیم که به تمسخر بگیریم، بگیم که اون چیزی که هست در کتاب‌های درسی است، نه، کتاب‌های درسی علم اقتصاد کاملا از علم روز، از تجربه روز بیرون اومده، از آنچه که در کتابیابان انجام شده بیرون اومده. بعد میفرمایید از تجربه‌ای که در کشورهای جهان اجرا شده بیرون اومده. ما اینکه علم رو ببینید، ما علم ستیزی که در بدن اجرایی کشور بود نتیجهش در سال دولت تدبیر امید دیدیم، در دولت تدبیر و امید به نظرات اقتصاددانان توجه نمی‌شد، مورد تمسخر قرار می‌گرفت. نتیجه این شد که دولت متأسفانه بحث شد، متأسفانه آبروی دیگر در اتحای دولت برای دولت تدبیر و امید باقی نمونده بود. دولتی که ادعای دستاورد تورمی داشت با بدترین کارنامه تورمی تاریخ بشر دولت رو تحویل داد، دولت رو تحویل داد. من نهیب می‌زنم، هشدار می‌دهم به مقامات دولت مردان دولت جدید که دقت بفرمایید افرادی که علم و تجربه بشری پشت کردند
سعی کردن فقط از علم و تجربه بشری، فقط از علم اقتصادی که در کتاب ها خوندن استفاده کنن در جهت توجیه سیاست های نادرستی که در سالهای گذشته اجرا شده و کاملا شکست خورده، این افراد می توانند دولت جدید رو هم زمین بزنند. اگر دولت می خواد موفق بشه باید برگرده، باید به اندیشمند احترام گذاشت. امسال سال چیه؟ سال دانش بنیانه. اگر شما می خواید تولید دانش بنیان داشته باشید باید حاکمیت دانش بنیان هم داشته باشید، باید دولت دانش بنیان هم باید داشته باشید، نه اینکه هر کسی فردی با مدرک لیسانس زبان انگلیسی هر روز در مورد سیاست گذاری اقتصادی کشور نظر بده. این کشور رو به فاجعه میرسونه، این کشور رو به بنبست میرسونه. ای کاش یاد بگیریم به ارباب علم احترام بگذاریم. همه باید به هم احترام بگذارن، همه باید به هم احترام بگذارن، ولی علم ارزشمند باید باشه. ما تجربه داریم، ما یک تاریخ 5000 ساله داریم. 5000 سال ما ادعا داشتیم که به علم احترام داشتیم و الان به وضعیتی رسیدیم که در متاسفانه در دستگاه اجرایی این علم و تجربه‌ای که در کشورهای دیگر بالاخره تبیین شده، گسترش پیدا کرده، ما این رو به تمسخر میگیریم. اگر قرار هست که این علم رو هم رد کنید، بروید یک کتاب جدید بنویسید، یک کتاب اقتصاد کلان جدید بنویسید، یک کتاب اقتصاد خرد جدید بنویسید، یک نظریه توسعه جدید ارائه بدهیم، نه اینکه هر نظریه علمی که در این کشور مطرح میشه سعی کنیم که تخته کنیم و مطالبی رو متاسفانه در عرصه اجرا به عمل در بیاریم که بزرگترین ضربات رو به حیثیت این کشور زده، به معیشت این مردم بیچاره زده. این که ما بیایم بحثی که بخت آزمایی که مورد انتقاد ریاست محترم مجلس هم قرار گرفته، این بخت آزمایی خودرویی که ما قرار دادیم، با کدوم اصول عقلی، با کدوم اصول فلسفی، با کدوم اصول علمی این وضعیت نابهنجار خودروی کشور رو که مورد انتقاد شخص مقام رهبری هم قرار گرفته، مورد انتقاد تک تک 85 میلیون مردم ایران هم قرار گرفته، با کدوم عقل میخوایم ما اینو توجیه کنیم؟ اگر به علم احترام نمیگذاریم با عقل بیایم توجیه کنیم، بگیم آقا این بخت آزمایی که ما راه انداختیم به نفع اقتصاد کشوره. من به جرأت خدمت شما، خدمت مردم شریف ایران به جرأت عرض میکنم که خود تحریمی که در اثر این سیاست ها در وزارت سمت و بقیه وزارتخونه‌های اقتصادی کشور، خود تحریمی که بر اقتصاد ایران اعمال شده کم از تحریم خارجی نداشته. همین الان شما ببینید تمام سیاست‌ها بر اساس تحریم توجیه میشه، در نهایت شرایطی که تحریم نتوانسته اخیراً روی صادر کننده تأثیر بگذاره، خود وزارت سمت اومده جلوی صادر کننده رو گرفته. تا قبل از این که وقتی صادرات ما کاهش پیدا کرده بود که میگفتن به خاطر تحریمه، حالا که آقای دکتر سعدوندی، من یه نکته رو عرض کنم. البته آقای دکتر تابش هم حالا چون بحث اقتصاد و دانشگاهی نشد، ایشون هم دکترای اقتصاد دارن، تو همین نظام دانشگاهی درس خوندن، درست آقای دکتر؟ آقای تابش ایشون فرمود ما در کلاس درس میگیریم ولی یه کار دیگه انجام میدیم، اینو که خیلی مشخص. حالا من که اینطور متوجه، من که آقای دکتر تابش، من اینو چه عرض کنم خدمتتون به جهت ارتباط با در واقع کارشناسان و اقتصاددانان، برنامه چشمنداز با حمایت باشگاه اقتصاددانان حدود 300 نفر از اساتید اقتصاد سراسر کشور، انجمن اقتصاد ایران که دیگه شما میشناسید 50 سال سابقه داره این انجمن، همکاری کامل دارن. یعنی به نوعی حضور شما در برنامه چشمنداز انگار که دارید از مشاوره همه اقتصاددانان سراسر کشور به رایگان استفاده میکنید و ما استقبال میکنیم هر موقعی که تشریف بیارید و در این گفتگوها شرکت بکنید. خیلی لطف کردید. من یه تشکر ویژه بکنم بازم از مدیریت محترم شبکه که ایشون ورود کردن و زمانبندی برنامه بعدی رو من عذرخواهی میکنم از پخش شبکه به هم ریختیم، به جهتی که این موضوع با حضور اساتید و آقای تابش به هر حال به یک سرانجامی برسه. خوشحال شدم از در واقع برنامه امشب آقای دکتر سعدوندی عزیز اقتصاددان. ما باز هم به این بحث ها ادامه خواهیم داد. 10029 متعلق به شماست، از همه بیشتر از توجه شما بینندگان عزیز به برنامه امشب در واقع تشکر میکنم. چشمانداز متعلق به شماست، همراهی بفرمایید. ما شبتون بخیر، خدا نگهدار.